درود بر شما. 15 مهر ماه 1401 خورشیدی و 7 اکتبر 2022 میلادی. امشب در صفحه آخر به موقعیت فعلی اعتراضات ضد حکومتی در ایران خواهیم پرداخت در گفتگوی اختصاصی که در طول برنامه خدمتتون خواهم گفت. پرده آخرم خواهیم داشت آخر برنامه. قبل از هر چیز تقدیمی این هفته از اردلان سرفراز، استاد ترانه نوین، به جوانان و نوجوانان به پا خواسته ایران. این شعر را به تمام نوباوگان به پا خواسته این سرزمین اشغال شده هدیه می کنم که دیگر بعد از این اشغال شده نخواهد ماند. به نام ایران، به نام انسان، به نام خلق به پا خواسته ایران، به نام هر که از آغاز تا کنون برخاست، به نام آن گل خونین که در ترانه ماست. بخوان، دوباره بخوان. به خاطر همه گلهای پرپر این باغ، شقایقی که بر آتش نشسته از این داغ، به خاطر همه کودکان خستگی و کار، رها شدگان غریب کوچه و بازار، به خون تپیدگان جوانسال صحنه پیکار، غریبتر از غریبان، غریب در وطن خیش، حراج گذاران پاره های تن خیش، به خاطر همه تبعیدیان بی سامان، به خاطر این قبیله سرگردان، بخوان، دوباره بخوان. به خاطر همه نامهای بردیوار، به خون تپیدگان جوانسال صحنه پیکار، به نام نسل جوینده هویت خیش، اسیر محبس اهریمنان بداندیش، دوباره بخوان. بخوان که باز به پا خیزد این قبیله سرگردان، بخوان که ترس در سر ما نیست، سکوت سنگر ما نیست، زن، زندگی، آزادی. زنده باد ایران، زنده باد آزادی. خب من حقیقتش نمیخواستم به صحبت‌های دوشنبه گذشته خامنه‌ای بپردازم، اما یکی دو نکته در صحبت‌هاش هست که برای ثبت در تاریخ مرگ استبداد در ایران باید گفته بشه. این حادثه‌ای که پیش آمد، دختر جوانی درگذشت، خب حادثه تلخی بود، دل ما هم سوخت، ولی واکنش به این حادثه بدون اینکه تحقیقی شده باشه، بدون اینکه هیچ گونه امر مسلمی وجود داشته باشه، این نبود که عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنند، ناامنی رو برای مردم به وجود بیارن، امنیت رو به هم بزنن، قرآن آتش بزنند، حجاب از روی سر زن محجبه بکشند، مسجد و حسینیه رو با آتش بکشند. اینا جزو تکرار انکار حقیقته که سید علی در همه سالهای گذشته کارش بوده. انکار میکنه که هر حادثه یک بهانه است و کل نظام نشان است. ولی یه چیزی از تو صحبتاش که پرونده او رو نفرت انگیزتر میکنه، میگه چادر از سر خانم‌ها میکشن. این دروغا رو برای کی میگی؟ برای خانواده خودت میگی یا برای زنان قهرمانی که تو خیابونن یا با حجابن یا خودشون با اراده خودشون حجاب اجباریشون آتیش میزنن؟ بعد میگه واکنش به این درگذشت آتش زدن مسجد نباید میبود، نباید ناامنی برای مردم به وجود میوردن. کیا جمعه پیش به نمازگزاران بی سلاح و بی خبر و بی دفاع در زاهدان حمله کردن، قتل عامشون کردن؟ نماز جمعه مثل سابق بسیار با آرامش برگزار شد. بعد از اینکه نماز تمام شد، اهل سنت معمولا
بعد از ادای فرض نماز نافله سنت در محل برگزاری نماز به جمع آوران نماز ادا می کنند. مردم مشغول شدند و ما از به نماز و نافله و ما از صحنه عیدگاه بیرون آمدیم که شلوغ میشه، راه بسته میشه، دیدیم که صدای تیراندازی هست و این حادثه از این قرار بوده که عده‌ای از افراد جوان و کمسن که نماز میخوانند میرن به سمت اونجا کلونتریه که نزدیک مصلا هست و شعاری میدند و بالاخره منجر میشه بعد به پرتاب کردن سنگ چیزی و از طرف اون کلونتری که بعد گزارش معامینه که یگان ویژه آمده اینجا مستقر شده است و اطراف هم گزارش هایی که ما داریم افراد در بر سر خانه ها دیده شدند که اینها سر خانه ها استادند. بالاخره اول همین کلونتری شروع میکنه به تیر اندازی، تیر به هدف میزنه، تیر جنگی میزنه، نه تنها به این قسمت هایی که این جوانان شعر دادن، ابراز احساسات کردن، بلکه این تیر اندازی را به حتی داخل صحنه عیدگاه یعنی مصلا جایی که مردم به نماز مشغولن آنجا تیر اندازی میکنه و گاز اشکاور آنجا فرت میکنن، قسمت زنان هم گاز اشکاور و هم تیر اندازی اون قسمت که از زنان هم کشته میشه، شهادت میرسه و در داخل صحن مصلا اونجایی که نماز برگزار میشه و دیوار داره و حصار داره و بلکه این شعر اونا ندادن، این همین جمع کوچکی بوده که نزدیکی کلانتری آمدن، بلکه از بالای ساختمان کلانتری هم گاز پرتاب میشه، گاز اشکاور و هم تیر اندازی میشه و بعد لباس شخصی ها وارد صحنه میشوند و در همین خیابانی که مردم در از درها خارج میشن که به خانه برن و توی همین خیابان مردم ها تیر اندازی میکنند و به تیر میزنند و بیشترین تیرها به سر زده شده اینجا و به قلب زده شده است. این بی تدبیری مامورین نیروی انتظامی آشکار است توی این حادثه، مشخص توی حادثه. بعضی میخواین صحنه را تغییر بدن برای اینکه اشتباهاتی که کردن به گردن کسان دیگه بیندازن و واقعیت همینه که بهرحال این کشته ها اینقدر مردم کشته شد، مردمی که سلاحی نداشتن، مردمی که برای نماز آمدن، مصلا به شانه شون بوده که نماز ادا بکنن، وضو گرفته آمدن، هیچ نه برنامه و داشته باشن، نه فکری داشته باشن، برای نماز بیند و اینجا گیر بیفته و روی این توی حادثه خیلی ما و جامعه کلن مردم نگران و فریشان هم که حق و واقعیت پوشیده نشه. شمار کشته شدگان تیراندازی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، نیروی انتظامی، به نمازگزاران، در زاهدان تا این لحظه ضبط این برنامه به 88 نفر از جمله 4 کودک رسیده و بیش از 300 زخمی. بعضی هاشون هم بخیم حالشون. سدلی خامنه‌ای درباره عملکرد نیروی انتظامی یا به قول خودش سازمان انتظامی که لباس شخصی هم در بر میگیره و بسیج و اینا رو در این جنایت ها چه گفت دوشنبه پیش؟ من اولین چیزی که میخوام بگم اینه که در این حوادث چند روز اخیر بیش از همه به نیروی به سازمان انتظامی کشور ظلم شد. این گروه های جنایتکاری که اسمشون سازمان انتظامی کشوره چقدر به صورت دختران و پسران شلیک کردن تو این روزهای اخیر، نه فقط تو زاهدان و به بلوچ ها و تو استان سیستان بلوچستان، تو همه شهرها. یه نمونه شو ببینین، اطراف دانشگاه شریف شلیک به صورت دختر جوونی که داره همین صحنه ای رو که الان میبینیم فیلم میگیره. لباسشو کشیدن سرش، جوان لباسشو کشیدن سرش، جوان مردم رو دارن میدارن.
این صحنه ها تو تاریخ جنایت های جمهوری اسلامی ماندگار خواهد بود. و این دختری که تیر خورد و اون صدها نفری که جمعه پیش در زاهدان قتل عام شدند و این جوانایی که سه هفته است تو خیابون دارن شعار مرگ بر دیکتاتور میدن، سید علی خامنه‌ای فرمودن، این قیام سراسری کار اغتشاشگرای وابسته با آمریکا و اسرائیل و صهیونیسم و چرت و پرت است. که البته عرض کردم حرف تازه‌ای نفرمودن، تا اینجا همیشه حقیقت رو انکار کرده، ولی نکاتی میگه، برای مثال از جمله درباره اینترنت که فقط تجاهل خودش رو بیان میکنه و امید بستن به اینکه هنوز جاهلانی هستن که حرفش رو جاهل که چه عرض کنم، حرفش رو باور میکنن، خیال میکنن، نمیدونم. در دنیا اغتشاشات خیلی به وجود میاد. خب شما نگاه کنید در اروپا، در فرانسه هر چند وقت یه باری اغتشاش مفصل تو خیابانهای پاریس به راه میفته. آیا سابقه داره که رئیس جمهور آمریکا و مجلس نمایندگان آمریکا از اغتشاشگران حمایت بکنن؟ سابقه داره که اعلان کنن که ما فلان سخت افزار و فلان نرم افزار اینترنتی رو در اختیار اغتشاشگران قرار میدیم تا بتونن با هم راحت ارتباط برقرار کنن و کارشون رو دنبال کنن؟ چنین چیزی در هیچ جای دنیا در هیچ یک از کشورها سابقه داره؟ اما اینجا اتفاق افتاد، نه یک بار، نه دو بار، بارها و بارها. اولا کاش ایران هم مثل فرانسه احزاب و سندیکاهای کارگری آزاد بودن، اون وقت سرنوشت شما این نبود که 43 سال قدرت دستتون بمونه. یاسم الفارقه. از همه مهمتر، شما اینترنت رو قطع میکنین، پخش اطلاعات آزاد، انتشار اطلاعات آزاد یک تعهد بین المللی است. شما اینترنت رو قطع میکنین، دسترسی مردم به اطلاعات و ارتباطات ابتدایی آزاد در دنیای امروز رو قطع میکنین. بدیهی است که اینترنت آزاد در اختیار مردم مستأصل و جوانایی گذاشته میشه که امکان ارتباط گیری و دسترسی به اطلاعات رو ازشون گرفتین. یه تعهد بین المللی است، شما نقضش میکنین، میگین چرا یقه ما رو میگیرین که نقضش کردیم با این پررویی که چه عرض کنم. ببینید، یه نکته دیگه ای که تو صحبت های سدلی بود و باید بهش اشاره بکنم، تلاش او برای باز هم یک دست کردن بیشتر حکومته، که بدیهی است قبل از هر چیز ترس دیکتاتور از اطرافیانشه، هی بتراشه، کوچیکشون کنه این جمع رو. میگه هر کس از همین خودی هامون کوچکترین انتقادی از نیروی انتظامی در این اوضاع کرده باید توبه کنه. اگر توبه کنه در حلقه یک دست طرفداران وفادار پیشوا خواهد ماند، وگرنه اگر عمری برای نظام باقی باشه. در همون اول کار بعضی از خواص، حالا ناشی از دلسوزی، دلشون سوخت، بدون تحقیق اطلاعیه دادن، بیانیه دادن، حرف زدن، اظهاراتی کردن، البته تحقیق نکرده. بعضی هاشون نیروی انتظامی رو متهم کردن، سازمان انتظامی کشور رو متهم کردن، پلیس رو متهم کردن، بعضیشون مجموعه نظام رو متهم کردن. هر کسی یه جوری یه حرکتی کرد. خب حالا اون حسابش جداست، لکن بعد از آنی که دیدن که قضیه چیست، بعد از آنی که فهمیدن که نتیجه حرفای اونها و همراه با برنامه‌ریزی دشمن چه اتفاقی توی خیابان و تو مسیر عمومی مردم میفته، بایستی اون کار خودشون رو جبران میکردن، باید موضع بگیرن، باید صریحاً اعلام کنند که با اونچه که اتفاق افتاده مخالفند. صریحاً میگه باید اعلام کنند که این قیام سراسری کار دشمنان خارجی است. تو این دو هفته گذشته چند تا از نماینده های مجلس و چند تا از هم کارشناسایی که
آمدن در سیمای آقایون صحبت کردن، از نیروی انتظامی و فضای اختناق کشور به ویژه برای جوان ها انتقاد کردن. اینا با همه باید توبه کنن. اگه فرصتی برای پیشوا و نظامش بماند، در خدمت آقای محمد رضا علی پیام هستیم، ملقب به حالوی خودمون، فیلمساز، طنز پرداز و همیشه معترض سیاسی و البته امروز فعال سیاسی. آقای علی پیام خوش آمدید به امشب صفحه آخر. من قبل از هر چیز ازتون خواهش میکنم، اینترنت که تقریبا قطع این روزها در ایران، این روزها و شبها، اطلاعاتی جدید اگر دارین بفرمایید. درود بر شما و همه شنوندگانتون. من اول در رابطه با صحبت‌های جناب مولوی و اخبار زاهدان که الان پخش کردید یه نکته‌ای رو بگم، و اون این که رژیم به شدت از سنی‌ها عصبانی است. البته برای مخالفین رژیم فرق نمی‌کنه، شیعه باشه، سنی باشه، اصلا مسلمان باشه، غیر مسلمان باشه، چادری باشه، غیر چادری باشه، ریشو باشه، بیریش باشه، هر کسی که مخالفشه کافر حساب میشه. ولی به غیر از موضع‌گیری‌های خصمانه‌ای که در طول این چند دهه ما دیدیم که با اهل سنت داشتن به خاطر اون افکار شیعه محورشون و تلاششون برای اون هلال شیعی و نمیدونم این گسترش ایدئولوژی، همین جریانات اخیر شما تصور بکنید که مهسای امینی سه تا ویژگی داره که این سه تا برای به حرکت در آوردن یک جمعیت 85 میلیونی قاعدتا نمیتونه نقطه قوت باشه. اولا زنه، دومن کرده، سومن سنیست. کی تصورش میکرد برای خونخواهی یک زن کرد سنی همه ایران به خونخواهی بپره؟ همه ایران. و یک بار دیگه اون وحدت خودش رو، وحدت دلی خودش رو به نمایش بگذاره. ما قبلا دیدیم مثلا در زلزله سر پل ذهاب از آمل و بابل و زاهدان و اهواز کمک میاد برای سر پل ذهاب توکن، ولی برای هیچ کس مهم نیست. الان هم مهسا امینی کرده، ولی همون جوری که داییش گفت دختر کردستان نیست، دختر ایرانه. و به همین جهت رژیم از اهل سنت به شدت عصبی است، چون یک دختر سنی تونست این جامعه رو اینجوری به حرکت در بیاره و این خون تازه رو به رگ‌های انقلاب بفرسته. من در خدمت شما هستم. والا خبرها که خیلی زیاده جناب فلاحتی، ارزیابی اینها یه مقدار مشکله. من سعی میکنم که خبر رو تا به یه اطمینان نسبی نرسیده باشم اعلام نکنم. امروز به من اعلام کردن که 9 نفر از فرماندهان ارتش و سپاه اعدام شدن، 5 تا از ارتش، 4 تا از سپاه. اسامیشون رو قراره برای من بفرستن، هنوز نفرستادن، بفرستن بعد از راستی آزمایی اعلام خواهم کرد. ولی از خبرهایی که در طول هفته گذشته داشتم، یکی تیراندازی در پادگان 21 حمزه بود که هنوز دلیل این تیراندازی مشخص نشد، ابعادش به بیرون از پادگان گسترش نیافت، فقط نیم ساعت 45 دقیقه توی پادگان صدای تیراندازی به گوش میرسید. کجاست این پادگان حمزه؟ پادگان حمزه دقیقا نمیدونم کجاست، ولی پادگان 21 حمزه. من اطلاعات تکمیلی رو بعداً خواهم داد. بفرمایید باشه. و دلیل تیراندازی رو سعی می‌کنم که در بیارم.
دوم به من خبر دادن در ستاد قرارگاه سارالله چند روز پیش اولین دسته از نیروهای هشت شعبی که اومدن درگیری فیزیکی پیدا کردن با پاسدارها، یعنی کار به کتک و کتککاری و دست به یقه شدن کشید و دلیل اون هم تحقیری بود که این بچه های عرب هشت شعبی ها نسبت به بچه های سپاه روا داشتن که ارزش رو نداشتید جمعش کنید، ما رو آوردن براتون جمعش کنیم، با یک همچین تعاویری و بسیار برخورد به بچه های سپاه و دست به یقه شدن. من از همینجا حالا به بچه های سپاه که خودشون شاهد و ناظرن که چجوری دارن تحقیر میشن، چجوری دارن کوچیک میشن در مقابل کسایی که جیره خورای اینان، مزدورای اینان، حقوق بگیرای اینان، مال این آب و خاک نیستن، و باز بعد از اون به برادران ارتشی خودم که عزیزان بیش از همه شما دارید تحقیر میشید، در این مملکت مردم شما رو دارن میکشند، تاریخ چی قضاوت خواهد کرد؟ کی شما اون وظیفه خودتون رو، رسالت خودتون رو در رابطه با این آب و خاک میخواید انجام بدید؟ دو بار تا حالا شما خودتون رو نشون دادید، الان اون موقعی است که الان وقتشه، الان به زنگاهشه، فردا شاید خیلی دیر باشه. باز از خبرهای دیگری که به من دادن، فتوای آقای ناصر مکارم شیرازیه که بچه های بسیج وقتی بهشون گفتن که قرآن آتیش بزنید، مسجد آتیش بزنید، چادر از سر زنها بکشید و پرچم امام حسین آتیش بزنید، خصوصا توی یزد، خیلی براشون غیر قابل قبول بود، استفتا کردن از آقای مکارم شیرازی و ایشون گفتن برای حفظ نظام هر کاری جایزه. عجب. بعد خبر بیشتری ندارم. آقای عالی پیام، بیان نمادین انقلاب نسل امروز علیه جمهوری اسلامی رو در پاره کردن عکس خمینی، همین الان داشتیم فیلماشو نگاه میکردیم که لگد میکردن عکس خمینی و خامنه اینا رو، پاره کردن عکس خمینی به دست دانش آموزای دختر به ویژه از صفحه اول کتابای درسیشون، خیلی نمادینه این، میشه دید ببینیم. ببینید بخش بزرگی از مردم کف خیابون نوجوانا و جوانا هستن و اونطوری که من شنیدم و شما دقیق تر میدونید بازداشت شده ها آماری که دادن بین 17 ساله تا 25 سالن بیشتر. آیا می توانیم بگوییم که، یعنی بیشتر دهه 80 ها در واقع، آیا میتونیم بگیم که از همه اقشار جامعه، پیر و جوان و زن و مرد، در اعتراضات سراسری یا در این قیام سراسری حضور دارن؟ ببینید جناب آقای فلاحتی، خمینی در آخرین روزهایی که در پاریس بود یه جمله‌ای گفت که این خیلی معروفه، شاید همه شنیدن. گفت فرض می‌کنیم که شاه خیلی خوب، خیلی معقول، بسیار خدمتگزار، و تصور میکنیم که محمد رضا و پدرش با روش‌های قانونی و خواست مردم و رأی مردم روی کار اومدن. همه اینها رو فرض درست قبول، ولی پدران ما چه حقی داشتن به جای ما تصمیم بگیرن؟ اون مال اون موقع بود، ما الان خواسته خودمون رو داریم، ما این خدمتگزار رو نمیخوایم. الان حرف آقای خمینی به خودش برگشت. خمینی، تو که میگی پدران ما حق ندارن به جای ما تصمیم بگیرن، ماها به جای این بچه ها تصمیم گرفتیم. نسل ما، همسن و سالان ما، اون 98% که الان آقای شریعت مداری کردتش 99%،
برای این بچه ها نمیتونن تصمیم بگیرن. این بچه ها خودشون تصمیم میگیرن، ریختن کف خیابون، عکس تو رو دارن پاره میکنن و دارن بهت یادآوری میکنن حرف تو، که ما حق نداریم برای بچه هامون و نوهامون تصمیم بگیریم. کما اینکه من بارها گفتم برای نسل آینده هم همینه. ما هر قانون اساسی بنویسیم 19 تا 20 سال تاریخ مصرف باید داشته باشه. نسل بعدی خودش باید تصمیم بگیره. کما اینکه ما برای این نسل تصمیم گرفتیم. آقا این نسل میگه ما نمیخوایم شماها رو برید. دیگه این جوونا به چه زبونی بگن؟ همین بچه مدرسه یا مدیر کل آموزش پرورش با شعار بیشرف بیشرف از مدرسه بیرون کرد. واقعا شاهکارن آقای فلاحتی. من اصلا کم میارم در مقابل این بچه‌ها. من چی دارم بگم؟ رهبر ما اینان. اینا بیشتر از ما میفهمن. والله اینا بیشتر از ما میفهمن. و درست‌تر. خب همه اینا درست آقای علی پیام عزیز. منتها قیام سراسری بودنش و موقعیت انقلابی در هر کشوری پارامترهای خودشو داره. برای این ازتون این سوال کردم که آیا این بیان این است که تمام اقشار جامعه و نسل‌های مختلف از جمله نسل شما، از جمله نسل دو نسل بعد از دهه 80 اونها همه درگیر این اعتراضات، به نوعی درگیر این اعتراضات علیه، درگیر منظورم حامی یا مستقیما فعال، بله، در علیه حکومت هستن یا نه؟ خلاصه آیا ما در آستانه یک انقلاب هستیم آیا علی پیام؟ ببینید من آستانه یک انقلاب رو الان بهتون میگم، سوال شما رو بعدش جواب میدیم. ما در آستانه چیدن میوه های یک انقلاب هستیم. این انقلاب امروز شروع نشده. این انقلابی است که 30-40 سال استارتش زده شده، ریشه دوونده، محکم شده، این نهال تنومند شده و الان وقتشه که ما میوه های این انقلاب رو بچینیم و به آزادی و دموکراسی برسیم. این انقلاب حاصل خونهایی است که در طول دهه های گذشته ریخته شد. امروز شروع نشده، دیروز شروع نشده، 20 روز پیش شروع نشده، الان داره گل میکنه. این غنچه داره گل میکنه. ببینید تفاوتی که این روزهای ما با قبل داره، سال 78، حالا من عقبترشو دیگه نمیرم، دانشجوها اعتراض کردن، در کوی دانشگاه کشته دادن و 2-3 روز اون جریان به طول کشید. یه انقلاب دانشجوها بود، دیگر اقشار مردم به اون صورت نبودن مگر بیرون مثلا حمایت کرد. سال 88 دانشجوها بودند به علاوه طبقه متوسط و تحصیل کرده و دانشگاهی. سال 88 اینها به خیابون اومدن، هرچند اولش اعتراض به رای گیری و انتخابات و آرا بود، ولی به سرعت شعارها از دکتر برو دکتر، انرژی هسته‌ای 200 تومن بسته ای، رسید به خامنه ای قاتل، ولایتش باطله. یعنی اصل نظام رو باز نشانه گرفت که سرکوب شد، ولی خاموش نشد، یک آتش زیر خاکستر شد. در سال 96، توی 88 طبقه محروم و زیر خط فقر حضور نداشتن، حاشیه نشین ها حضور نداشتن، گرسنه ها و پابرهنه ها حضور نداشتن، تحصیل کرده ها و طبقه متوسط بودن. تو سال 96 و 98 اینها بودن، اونها نبودن. یعنی طبقه زیر خط فقر به خاطر گرونی، به خاطر تورم، به خاطر فشار اقتصادی، به خاطر گرون شدن، به بهانه گرون شدن بنزین اومدن تو خیابون. یعنی خواست نان، خواست نان در واقع ارجحیت پیدا کرد به خواست آزادی. آزادی که در سال 88 دقیقاً اون موقع آزادی بود، بعد شد نان. الان از همه اینا گذشته و همه اینها با هم هستن. یعنی هم طبقه زیر فقر هست، هم طبقه متوسط هست، هم بی سواد ها و عوام هستن، هم تحصیل کرده ها هستن و در جلودارشون دانش آموزا و دانشجو. این خیلی مهمه آقای فلاحتی. این انقلاب، انقلاب کسانی است که نخبه های جامعه هستن و آینده این مملکت رو باید بسازن و این که به این نتیجه رسیدن که هیچ راهی نداره تمام مشکلات ما مگر گذر از نظام.
به من میگن آقای الفهیم چرا شعار آزادی زندانیان سیاسی رو نمیگید؟ چرا نمیدونم خیلی از شعارهای دیگر نمیگید؟ عزیزان من، چون که صد آید نود هم پیش ماست. وقتی از این نظام عبور بکنیم اقتصاد درست شد. من این سوال رو حالا خودتون این سوال رو کردین از خودتون در واقع یکی از سوالایی بود که من میخواستم ببینم چرا مطرح نمیشه. اهمیتش هم از این نظر میگم، اهمیت عینیش رو عرض میکنم. یکی این که در واقع رهبران واقعی اون کف خیابون تو زندان هم. بله. دو این که کلی آدم رو دستگیر، جوان ها رو دستگیر کردن، انداختن زندان و خانواده های اینا. چرا تجمع جلوی زندان ها؟ این سوالیه واقعا. چرا بله. چرا وسیع نیست و پایدار نیست؟ برای خانواده و بچه هاشون میتونن ول کنن، ول که نمیکنن، در این شکی ندارم، ولی چرا نیست؟ بگین، من دیگه سهشو نمیکنم. من عرض کردم خدمت شما، وقتی بنا رو ما گذاشتیم برای گذر از نظام، همه اینها رو در دل خودش خواهد داشت. یعنی الان دیگه مهم نیست برای خیلی از خانواده ها، مهم نیست برای مردم ما، حالا کشته هم میدیم، زخمی هم میدیم، زندانی هم میدیم، ولی برای اون هدف بزرگی که داریم همه ی هزینه ها رو باید بدیم و ما این رو میدونیم. یعنی اون بچه که اومده خیابون با رضایت پدر مادرش اومده، بچه بسا همراه پدر مادرش اومده و اونا باهاش همراهن. دیگه اون دوره ای نیست که بچه جدا باشه راهش از پدر مادرش، پدر بگن تو رو قرآن نرو، تو رو خدا نرو، عزیزن جیرم نرو، و بعد دستگیر بشه بیاد جلو زندان التماس کنه بچه من رو آزاد کنید. الان بچهش بچه همه است، همه این بچه ها بچه های همه ایمان. به خاطر همینه که مردم به جایی که جلو زندان ها جمع بشن کف خیابونن و یک صدا فریاد میزنن این نظام باید برود. آقای علی پیام، تو این سه هفته گذشته کم و بیش در 31 استان کشور تظاهرات جریان داشته است تا این لحظه. خب این توان و انرژی و پیگیری و شاید سازماندهی اینا از کجا میاد؟ این تداوم دلیلش چیه؟ آقای فلاحتی، من اون چی که دارم که به شما بگم و بتونم بگم شعور خود مردم، درک خود مردم. ببینید جوانهای ما، مردم ما 43 سال فقط از اپوزیسیون حرف شنیدن و گنده گنده کاری که کردن بیانیه بود. الان تصمیم گرفتن خودشون عمل کنن، خودشون عمل کنن، خودشون وارد قضایا شدن و خودشون میفهمن، خودشون رهبری میکنن، شعارها رو به درستی انتخاب میکنن، مسیر رو به درستی تشخیص میدن و هدف رو به درستی انتخاب کردن. من بیش از این چیزی اجازه بدید به شما نکنم. خب فقط یه سوال. ببینید ما در مورد اعتصاب‌ها معمولاً چون این گفته میشود که اگر اعتصاب‌های کارگری به ویژه در نقاط حساس شروع بشه هم تقویت میکنه تظاهرات رو، هم کف خیابون مردم میتونن بمونن چون پشگرم میشن، دلگرم میشن، و هم خود این اعتصاب ها میتونه گسترش پیدا بکنه. آیا سوالم اینه، با توجه به جو شدیداً امنیتی در مراکز حساس به ویژه مثلا در پارس جنوبی خبر داریم که یگان ویژه بردن مثلا اونجا مستقر کردن، ماموران حفاظت قبلی رو برداشتن عوض کردن برای اینکه کاملا حواسشون به همه چیز باشه که کارگرها اعتصاب نکنن فلان. خب طبیعیه این پیش بینی‌ها رو دیکتاتور میکنه. خب آیا فرم، یعنی تاکتیک در واقع مرحله به مرحله، یعنی تظاهرات ایزایی مثل اعتصاب مرحله به مرحله، اعتصاب‌های موقت، دست کشیدن‌های دو ساعت از کار دست بکشن مثلا کار نکنن یا اعلام حمایت بکنن، ببینید اینا رو قبل از انقلاب هم آخه میدیدیم، به این دلیل من اینا رو میگم. آیا این در واقع میدونین یا حالت جنگ چریکی با حکومت میشه؟ منظورم اینه که بزن در روه، مثل تظاهراتی که داریم تو خیابون میبینیم. آیا در محیطهای کارگری چون این چیزی در فرمهای مختلف تا اونجا که خبر دارین
بحث بله. میشه، کار میشه، برنامه ریزی میشه، شده یا نمیدونم، آیا اصلا شواهدی وجود داره؟ بفرمایید. ببینید، به خاطر اینکه جناب فلاحتی، اوضاع اقتصادی این مردم، زندگیشون بسته به اون حقوق چندرقازی است که دارن میگیرن، یک مقدار درخواست اعتصاب از اینها با مشکل مواجه میشه. ولی عزیزانم، شما الان با این بخور و نمیر تحقیرآمیزی که دارید میگیرید، یک حرکت کوچیک دیگه کار تمومه و همه میرسیم به اون گشایش اقتصادی که حقمونه، گشایش اقتصادی که لیاقتش رو داریم. من نمیدونم الان بچه های هفت تپه کجان، بچه های زباهن کجان، بچه های کارخونه عراق کجان. 57 اون چی که رژیم رو از پا درآورد تظاهرات کف خیابون نبود، اعتصاب شرکت نفت بود، اعتصاب های بزرگ در بانک ها و ادارات بود. الان هم ما اگر بخوایم به نتیجه ای برسیم، باید اعتصابات در کنار اعتراضات جدی گرفته بشه. صدای من رو دارید؟ من دیگه صدای شما رو ندارم. آقای علی پایان، در مورد هفت تپه فقط اونجایی که بنده عکساشو در شبکه‌های اجتماعی دیدم، عده‌ای از نمایندگان کارگران هفت تپه بعد از کشته شدن مهسا امینی رفتن و کردستان و سقز با خانواده‌شون دیدار کردن و اظهار همدردی و ایستادگی در کنارشون کردن. من برای همین اون سال قبلی رو پرسیدم که به هر حال کارگرا با آگاهن از اوضاع، ببیشه نماینده هاشون. باری ببینین، من بذارین سوال دیگر رو بپرسم که حالا خیلی هم وقت چیزو نگیرم برنامه رو. از یه طرف میشتم جونم شد تمام با شما؟ نه صدای شما برای من قطع شد. نه قطع نشد. نه نه حلن. ببینین، از یه طرف میشتم که حکومت هنوز همه نیروهای سرکوبش رو نیاورده به خیابون، نمیدونم اولا این خبر درستی ها. از طرف دیگه خبر استخدام مزدور لاتولوتا و قاچاقچی ها و قاتل هایی که تو زندانن میاد که به دلیل کمبود نیروی سرکوبگر در واقع اونا رو آوردن تو خیابون برای سرکوب. من خودم مستقیم از کسانی که ساچمه خورده بود به سرشون به پاشون شنیدم که کلی قولتشن های پر خالکوبی دست و بدن و اینا مثلا دور و برشون بودن که این جنایت ها رو میکردن به دستور بالایی ها. حالا چقدر در این باره میدونید آقای علی پایان؟ ببینید آقای فلاحتی، من توی یکی از این برنامه های جدی نگیریم هم گفتم رژیم با تمام قوا اومده به میدون، هر چی داره علی کف خیامونه، رو نیمکت ذخیره هیچ کس نداره، حتی بچه های کودکان کار رو برده و لباس گاردی تنشون کرده به خاطر که سیای لشکر درست کنه در مقابل معترضین. بچه های کانون اصلاح و تربیت رو برده، بچه های بهزیستی رو برده، اون کارگرها که سر جای خودشون. یکی از دوستان من که نصاب ماهواره بود به من زنگ زد، علی پای منو بردن لباس گاردی تنم کردن، میگن که چیز کنی و اینا رو زندان بمونید. زنها رو آوردن لباس گاردی تنشون کردن تو خیابون چیندن. شما ببین چقدر دیگه به کفگیر ته دیگ خورده. نخیر، هیچ نیروی ذخیره‌ای وجود نداره، همه نیروهایشون صفر تا صد توی خیابون هان و اینها هم بریدن. تمرد ما در اینها زیاد داشتیم، غیبت در اینها زیاد داشتیم، ترس و وحشت زیاد داشتیم. غیر از اونایی که من شنیدم تک توک کسانی که میشناختم از این نیروهای حزب الله و کشور با زن و بچه خارج شد. آقای علی پیام، پس من سوال قبلی رو تکمیلش کنم، از شما تاییدیه یا تکذیبیه بخوام. من باز خبری گرفتم که این قولتشن های خالکوبی شده، همشون هم ممکن خالکوبی نداشته باشن، اینا رو روزی 200,000 تومن با روزی 200,000 تومان استخدام کردن و آوردن خیابون. حالا چقدرشون موندن من نمیدونم. درسته این؟
بله، از 200,000 تومان تا 1,000,000 تومان. 1,000,000 تومان هم در بعضی از شهرستان‌ها داشتیم. یعنی زندانی‌هایی که به خاطر جرایم مختلف، قاچاق، مواد مخدر، تیغزنی، نمیدونم خلافایی که تجاوز به عنف، اینا همه رو جمع کردن و بهشون حقوق دارن میدن و قول آزادی دادن، لباس گاردی تنشون میکنن و تو خیابون میارن. این کاری که دارن میکنن، یعنی نیروهای غیر کیفی رو، نیروهای آموزش ندیده رو دارن میارن تو خیابون، دلیلش همین میشه که شما با یه هجوم بچه ها این گاردی ها در میرن، با یه کوکتل مولوتوف، با یه ترقه اینا در میرن، برای اینکه اینا این کار نیستن. درست. بله، کارگرهای دور میدونن که برای کار بنایی و فعلگی اومدن، جمع میکنن 200 تومن رو بهشون میدن، 300 تومن رو بهشون میدن لباس گاردی. خب این کارگر بنا که نمیتونه جلوی تظاهرات مردم بیسته. ببینین در برابر حالا اینترنت که عرض کردم، بهتون بهتر میدونین که تقریبا فعلا قطعه، ولی به هر حال دسترسی به ماهواره جورایی هست هنوز. برای همینه که اهمیت داره آنچه که شما میفرمایید برای بچه های ایران. به نظرتون در برابر سرکوب اوریان تظاهرات، به هر حال هنوز ویدیوهایی میبینیم که وحشیگری در حد باور نکردنی است در بعضی جا، چه باید کرد در برابر سرکوب اوریان تو کف خیابون؟ من خودم آدمی هستم که به شخص اعتقادی به خشونت ندارم. من معتقدم مردم ما مردم صلح‌جویی هستن، ولی خشونت خشونت میاره آقای فلاحتی. ما نمیتونیم همینجوری بشینیم بگیم برادر زدی این ورم بزن، این داداش من پشت این کوچه وایساده اونم برو بزن. وقتی داریم میخوریم باید بزنیم. دست خالی نباید بریم تو تظاهرات. ما شروع نمی کنیم، ولی اگر شروع کردن باید پاسخ بدیم. حالا ما الان کلاشینکوف نداریم، برنو نداریم، جیسه نداریم، ولی خیلی چیزهای دیگری که میتونیم داشته باشیم. من تو این برنامه‌های جدی بگیریم هم کاردستی هایی که به درد مردم میخوره رو توضیح دادم. با همین چیزها مگه مردم هنگ کنگ، مگه مردم خیلی از کشورهای دیگه چجوری جنگیدن؟ مگه مسلح بودن؟ مردم باید بتونن توان دفاعی خودشون رو بالا ببرن. حالا چجوری شده من تو این برنامه نمیتونم بگم که اینو خود به کار بندازن، توی این گروه ها به چرخن، یا خودم تو کانال شب نشینی حالو بیان میدونن که چیکار باید بکنن. ببینین حالا غیر از اون چیزایی که اینجا نمیتونین بگین، خوشبختانه خودتونم میگین نمیتونین بگین، و بدبختانه بچه هایی که نمیتونن الان بشنون، ولی یه چیز دیگه هست. حالا من فارغ از آنچه هایی که شما فرمودین، افسون بر این چجوری چه بکنن که لااقل شناسایی نشن؟ حکومت بیشترین تلاش داره میکنه برای بازداشت افراد، هرچند که قطعا اگر خانواده ها برن آزادشون میکنه، همطور که دلیل داره. من اینو بذاریم بگم آقای عالی پیام، حداقل ما که اینجا نشستیم در این حد شاید فهممون میرسه که دلیل داره دانشجو رو آزاد میکنن. این همه دانشجو رو که گرفتن، میدونیم بیش از 1,000 تا دانشجو اینا دستگیر کردن توی 24 ساعت، ولی آزادشون چرا آزاد کردن؟ برای اینکه دانشگاه شلوغ میشه، یعنی نمیتونن نگه دارن و دانشگاه دیگه اونجا شعار همون که عرض کردم دانشجو زندانی آزاد باید گردد، که گاهگاهی میدادن تبدیلش به زندانی سیاسی آزاد باید گردد، هی میره بالاتر این مرحله، آزاد میکنن. ولی حالا بفرمایید شما، من وقتتون رو نگیرم تا اینکه بریم. ببینید یه دلیلش اینه که آقای فلاحتی جا ندارن. من گزارشی رو که تلفنی که دوستان همون شب حادثه یه دانشگاه شریف برای من فرستاد رو پست کردم تو اینستاگرام من هست، تو تلگرامم هست. گفت بچه‌ها رو گرفتن بردن اوین. اوین گفت ما جا نداریم. این آزمایشگاه، این بند، اون بند. گفتن آقا ما کف خوابمون هم فوله. تو راه هم خوابیدن، جا نداریم. راه انداختن اینا رو که ببرن فشافویه تهران بزرگ. تو را بیسیم زدن، گفتن نیارید که تا دم درم فقیر خره پر جا نداریم. خیلی از زندانی ها رو تو مسجد ها نگه میدارن، تو مسجد ها موقت، مثلا مسجد سید و شهدا و خیابون انقلاب، یکی از جاییست که زندانی های شریف رو بردن یه دیشون اونجا نگهشن، چون جا نداره زندان ها و باید خالی کنن که یه جدید رو بیارن، ظرفیتشون فوله. این از این. بعدش هم من خدمت شما بگم چیکار کنن شناسایی نشن؟
چه کار کنن شناسایی نشن. این رو بارها گفتیم، ماسک در درجه اول بزنید، گوشیاتون رو رو حالت پرواز بذارید یا اصلا سیمکارت رو درارید وقتی که میرید، دوربین هایی رو که در مسیر هست بهش برسید، چه دوربین بانک ها، چه مغازه ها، چه دوربین های خیابون ها، حالا با روش های مختلفی که توضیح دادیم. اینها روش های موثری است که برای شناخته نشدن، ولی شناختن بشن های فلاتی. چند نفر رو میخوان بگیرن؟ زندانی دارن که 85 میلیون آدم توش جا بشه. ببینید، کسایی که به هر دلیل نمیخوان یا نمیتونن برن کف خیابون، اینا قبل از انقلاب ما میدیدیم که رو پشتمون میرفتن شعار میدادن در ساعت معینی. در واقع ببینید، یک وزن کشی بود با حکومت اون موقع، با نیروهای حکومت. برای همین دولت اظهاری هم میامد چیزایی میگفت که واقعیت نداشت در باره این شعارهای شبانه‌ای که واقعیت داشت. چرا الان چجوریه؟ چرا فرض کنین همین شعار زن زندگی آزادی، چرا در ساعت معینی شما میدونین، من بقیهش نمیگم، چرا فریاد نمیشه؟ شعارهای شبانه چرا نیست؟ البته در بعضی از نقاط هست آقای فلاحتی، گزارشش برای من میاد، فیلماش هم برای من میاد، ولی خب سراسری نیست. من توی جدی بگیریم دیشب خواهش کردم از مردم که هر شب ساعت 10 روی پشتبونها باشن، یا شعار بدن یا قاشق زنی بکنن، یا قابلمه یا قاشق شروع کنن تق 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 نیم ساعت یک ساعت شهر رو به صدا در بیارن مثل ناقوس. حالا اینکه چرا این اتفاق نمیفته، مثل اعتصاب هاست که آقا چرا اتفاق نمیفته. راننده های یک زمانی اون اعتصابشون کمر دولت رو داشت میشکست، الان اون اعتصاب چرا اتفاق نمیفته من نمیدونم. ولی چیزی که مسلم هست، همه اینها دست به دست هم دیگه بدند، این اتحاد مردم، این هماهنگی ها تسریع خواهد کرد روند پیروزی رو. خب چقدر شما ببینید، عوامل، اگه بخوایم رک صحبت بکنیم، عواملی هست که نشون میده در آستانه یک انقلاب هستیم، عواملی هست که نشون میده چنین نیست، از جمله همین نکاتی که الان صحبت کردیم. بله، ببینید اون چیزی که نشون میده ما در آستانه یک انقلابیم، ترکیست که رژیم برداشته، ستونهاییست که از رژیم به لرزه در اومد، ترکهایی که قابل جبران نیست. من خبر دارم هراسی که در داخل این هاست. آقای فلاتی، خیلی از این ارتشی ها بچه هاشون با من مرتبطن، خیلی از این اطلاعاتی ها بچه هاشون با من مرتبطن. اینها میگن بابای ما ترسیده، یعنی فلان روز رفت جلسه، اومد رنگش پریده بود، هیچی نخورد و نمیتونست بخوابه. نمیدونیم بابا چطور نمیگفت چیه، یعنی به بچه های خودشون هم جرأت نمی کنن بگن چیه. این معلومش که یه چیزی هست، این حرکت، این انقلابی که اینطور ترک ایجاد کرده در بدنه نظام، این مسلماً یک انقلابه. ولی از همه هم نمیشه توقع داشت که همه همه کار بکنن. آقای فلاتی، یه عده میان تو خیابون، کف خیابون شعار میدن، از جونشون هم نمیترسن. یه عده میان شعار میدن ولی از جونشون میترسن، صدای تی در بیاد در میرن، ولی هر دو کف خیابونن. یه عده اصلا تو خیابون نمیان، که من توصیه هم به اینها اینه، خصوصا برای فراخانی که فردا دانشجوها دادن شنبه ساعت ظهر، که من 10 اعلام کردم که مردم جمع بشن ظهر بشه، همه بیان توی خیابون، حتی اون کسی که اهل تظاهرات نیست، بگه دارم میرم خرید، بگه دارم میرم پارک، هیچ کس تو خونه نمونه، همه بیرون از خونه ها باشیم، همه تو خیابون باشیم، یعنی میلیون ها نفر آدم توی خیابون ها وول بخوره، و خواهیم دید که اتفاقات بیشتری خواهد افتاد. ارتباطات الان چجوری؟ همین نکته که شما گفتین، مثلا بچه ها تو ایران چجوری با هم، نمیخوام چیزی رو افشا بکنیم، میخوام ببینم که واقعا این ارتباطات در حدی که بشه بهش تکیه کرد وجود داره؟ محله ها میتونن به هم خبر بدن، و وقتی که مثلا دانشجوها، فرض کنید که نمونه ای که شما گفتین، میگن شنبه ظهر مثلا فلان جا تجمع،
خبردار میشن همه؟ اگر آره از چه راهی که میشه گفت؟ البته بله، الان که بیشترین راه همین فضای مجازی نصف نیمه جست گریخته است که گاهی وصله گاهی وصل نیست، ولی خیلی از دوستان تلفنی به هم دیگه اطلاع میدن. همونطوری که خب قبل از انقلاب اینترنت نبود، همه چی تلفنی بود، ما چجوری از شهرهای دیگه خبردار میشدیم؟ هر آدمی مسلما تو دو تا سه تا شهر دوست داره، رفیق داره، فامیل داره، آشنا داره، زنگ میزنه حسن آقا شیراز چه خبره، عباس آقا مشهد چه خبره، میفهمیم اعلامیه دستنوید پشت شیشه ها، پشت خونه ها، شیشه ماشینا پخش میشه، خبررسانی میشه. این برای شرایطی است که به کل اینترنت قطع شه، ولی همین اینترنت نصف نیمه ای که وجود داره الان خبررسانی میشه. من الان مثلا الان شبکه شما دارم میگم، خودم پست کردم و بعد مردم دهن به دهن به هم دیگه خبر میدن. آقای عالی پیام، اگر بخوایم بسیار، قبل از اینکه سوال کلیتر رو ازتون بکنم، دقیقه جزئی در واقع باز میخواستم بپرسم، یادم رفت، که ریزش نیروها در ارتش و سپاه چگونه است الان؟ غیر از چون اشاره کردیم به اون اعدام 9 تا فرمانده ارتش و سپاه، خواهش اون اعدام خیلی ها رو ترسونده، خیلی ها رو هم جری کرده، خیلی ها رو عصبانی کرده. بسیاری به من گفتن که علی پیام، ما ارتشی ها زمانی میتونیم بیایم توی خیابون که از نتیجه 100% مثبت کار خیالمون راحت باشه. ما هنوز نمیدونیم مردم به ما خواهند پیوست یا نخواهند پیوست. من بهشون گفتم عزیزان من، مردم هم همین توقع رو از شما دارند. میگن اگر ارتش بیاد همه ما دیگه اون وقت کف خیابون هستیم، شب هم نمیریم تو خونه، هستیم. الان شما 57 22 بهمن همه چی از یه پادگان توی افسری توی چی شروع شد دیگه، نیرو هوایی، انتهای نیرو هوایی، نیرو، بله دقیقا خیابون نیرو هوایی بود که الان شده خیابون پیروزی. بله پیروزی، انتهای پیروزی، همه چی از اونجا شروع شد. همه مردم اون موقع هم که اینترنت و موبایل و این چیزا نبود، موتوری را افتاده بودن تو ساعت شهر داد میزدن همه برین نیرو هوایی هم و فرا کمک میخوام، همه رفتن نیرو هوایی، پادگان سقوط کرد. یه پادگان که سقوط کرد، پادگان های دیگه سقوط کرد، اشرت آباد پشتش سقوط کرد، سلطنت آباد سقوط کرد. اینه که خود ارتش هم، ارتشی ها و حتی خیلی از سپاهی ها، اونها هم دلشون خونه. آقای فلاحتی من خبر دارم آدم هایی که جانم فدای رهبر بودن بچه هاشون رو فرستادن خارج، تو فامیل های خودمون، تو دوست بروبری های خودمون داریم میبینیم. خب اینا خطر رو حس کردن دیگه، برای چی آدم بچه هاشو، زن و بچه هاشو داره میفرسته خارج؟ خب یه چیزی میبینه که دیگه این عاقلانه است، ما میفهمیم که آقا دیگه اوضاع خیلی خرابه. آیا علی پیام، اشاره هایی کردین به قبل از انقلاب 57 و الان، بذارین این 3-4 دقیقه رو روی این موضوع صحبت بکنیم اگه موافق باشین. ببینین ماجرای پادگان مثلا قصر فیروزه، پادگان هومافرا، نمیدونم نیرو هوایی فلان، اون صحبتایی که اتفاقایی که افتاد و شما اشاره هایی که کردین، همه اینا بعد از زمانی بود که در واقع مردم تکلیف و کف خیابون روشن کرده بودن، اعتصاب ها شروع شده بود و فلج شده بود کشور. در واقع مردم در ایران امروز اکثریتشون، میدانیم، کاری به دروغای سید علی خامنه ای و بقیه نداریم، میدانیم، همه میدانند که اکثریت مردم نمیخوان اینا برشون حکومت بکنن، این حکومت باشه، ولی حکومت میتواند هنوز بمونه. به همین دلیل که ارتش میگه اگه مردم همه نریزن بیرون ما چجوری مطمئن بشیم؟ اگه بیاییم یه وقت اعلام حمایت بکنیم میزنن چپمون، میکنن همونو اعدام میکنن. کارگرای فلانجا میگن اعتصاب اگه بکنیم همونو میگیرن چیکار کنیم؟ بنابراین حکومت توان حکومت کردن داره هنوز، به همین دلیل هنوز در موقعیت انقلابی قرار نداریم. این تمام سوال منه و حرف من. بفرمایید، خواهش میکنم شما. بله شاید خب این توقع زود باشه یه مقدار، ولی این هم من به شما بگم، هیچ انقلابی کپی انقلابی دیگری نیست. هر کدوم شرایط خاص داره، شرایط زمانی و مکانی خاص خودش رو داره، هیچ وقت نمیشه یه نسخه واحد برای همه چی پیچید. ولی چیزی که مسلمه دوستان، من با ارتباطاتی که از درون دارم،
به شدت اینها ریزش پیدا کردن، به شدت خودشون رو باختن. این شو خامنه ای رو شما فیلماش در اومد دیگه. اولا راه رفتن خامنه ای، اون کسی که داشت نقش ایشون رو بازی میکرد خیلی ناشیانه بود، اینو میدادن من این صحنه رو قشنگتر براشون اجرا میکردم، پیاده میکردم. شما راه رفتن خامنه ای 8 سال پیش رو نگاه کنید، یه مقدار گوز داره و با عصا راه میره و این دستی که توی سینه‌اش خودش رو نگه داشته و این دفعه که از فرمانده‌های ارتش ماشاءالله سرمرگونده‌تر داشت میومد، معلومه یه نفر داره نقش اینو بازی میکنه. همه اون چیزی که حالا تحلیلای میکنن که با اون روش‌های کامپیوتری و اینها درست کردن، من نگاه کردم به لحاظ فنی نه، خیلی من اون رو تایید نمی‌کنم، ولی به من خبر دادن که با قرص‌ها و آمپول‌های تقویتی قول دادن دکترها 1-2 ساعت ایشون رو بتونن سر پا نگه دارن و آوردن اونجا سخنرانی رو کرد و بلافاصله رفت. حالا میگن صدا تو استودیو بوده و فلان و اینها. نه ببینید آقای فلاحتی، اینها این بازی موش و گربه بازی رو در میارن. یعنی شما میندازن خامنه‌ای مرد، یه 2 هفته قایم میشه، بعد یهو میاد بیرون، دوباره چون میندازن خامنه‌ای مرد، 3 هفته قایم میشه، دوباره میارنش بیرون. این قایم موشک بازی ها برای اینه که برای وقتی که واقعا مرد دیگه هیچ کس باور نکنه. یعنی آقا بابا از این حرف ما زیاد شنیدیم دیگه، اون دفعه هم میگفتن مرد، اومد اونجا سخنرانی که سرمرگونده هم داشت راه میرفت. اینها رو دیگه تلاش های خیلی مذبوحانه است، هم حرفاشون تکراریه هم کاراشون تکراریه. یعنی دیگه خود خامنه ای هم تو حرفاش به من میگن دجمن دجمن اینقدر نکن، چرا اینقدر میگی دجمن؟ معلومه که این حرفا به گوشش میرسه دیگه، میدونن یه آدمی میاد این حرفو میزنه که دیگه هیچی برای گفتن نداره، دست خودشو داره، یه قماربازی که داره رو بازی میکنه. یعنی میفرمایید که اون راهپیمایی اون سان دیدنش یه آدم دیگه بود، ولی سخنرانی خودش بود. من اعتقادمه با توجه که فنی این کار هستم و میدونم. بسیار ازتون سپاسگزارم آقای محمدرضا علی پیام، که امیدوارم فرصتی داشته باشیم با شما و شما هم امکانش داشته باشیم که بتونین یک بار دیگه در برنامه ما حداقل درباره خاطرات زندانتون که کتاب شما منتشر کردین و خاطرات بسیار دقیقی است و مفصل از زندان امروز بتونیم صحبت بکنیم. شبتون بخیر آقای علی پیام. درود بر شما.